از ساعت 15 رو در روی هم قرار میگیرن، تقابلی که معمولا آبستن لحظه هایی به یاد ماندنی بوده. 5 لحظه بزرگ این تقابل رو به ترتیب زمان وقوع با هم مرور میکنیم. 30 آبان 83، پرسپولیس 0 سبا 0. نخستین جرقه، دایی و پروین که از فصل گذشته در دو قطب مخالف قرار گرفته بودند، در حالی رو در روی هم ایستادند که پروین روی نیمکت سرخا بود و دایی ستاره تیم حریف. دایی برخلاف رسم معمول در ابتدای بازی برای پروین گل نبرد و پروین هم در مصاحبه بعد از همین بازی از دایی انتقاد کرد. 26 مهر 85، پرسپولیس 2 سایپا 2. بعد از جدایی ورنر لورانت از سایپا، دایی در نخستین تجربه مربیگریش مقابل پرسپولیس قرار گرفت. او در این بازی یک گل زد و صاحب یک ضربه پنالتی هم شد. اگه توپو بگیره شروع بسیار خوب برای حقیقی جوان خواهد بود. علی دایی پشت توپ قرار گرفته، دایی ضربه رو میگیره. علیرضا حقیقی 16 ساله جای دروازه‌بان اخراجی به زمین اومد و ضربه دایی رو هم مهار کرد. 13 اسفند 85، پرسپولیس 2 سایپا 2. این بار تقابل دایی و پرسپولیس به واسطه رفتار شیخ رضایی در مقابل او جنجالی عصب در. مدافع جنجالی اون زمان سرخا در تمام 90 دقیقه حتی یک لحظه هم دست از آزار دایی بر نداشت. 200 بار آقای شیخ پیرن منو با توپ بدون توپ گرفت، داوریش کنید. 14 اردیبهشت 87، پرسپولیس 1 سایپا 0. یکی از جنجالی ترین گل‌های ادوار لیگ برتر. تیم دایی تا دقایق پایانی موفق به مهار حملات پرسپولیس قطبی شده بود، اما اشتباه بزرگ میثاق معمارزاده 3 امتیاز بازی رو تقدیم سرخا کرد. معمارزاده در انتهای فصل به پرسپولیس پیوست. 17 مرداد 91، پرسپولیس 3 راه آهن 4. راه آهن دایی با هتریک بهادر عبدی در مقابل هتریک ایمون زاید پرسپولیس رو شکست داد. شادی های بعد از گل دایی تماشاگران رو به اوج عصبانیت رسوند و جمله تاریخی خدا به من عزت داد فصل رو بالاتر از پرسپولیس تموم کنم، پرسپولیسی ها رو در اون مقطع حسابی برافروخته کرد.